بی بی سی اعلام می کند پیروزی ایران زنگ خطری برای همه کشورهای منطقه است. اغلب کشورهای عربی پس از پیروزی های ایران به حمایت بیشتر مالی از صدام می پردازند. سوریه برخلاف این موج رو به گسترش، لوله نفت عراق را که از این کشور می گذرد قطع می کند. ایران تعهد می کند نفت مورد نیاز سوریه را تامین کند. عراق اردیبهشت 61 هواپیمای حامل بن یحیی وزیر خارجه الجزایر را که برای میانجیگری میان تهران و بغداد در رفت آمد بود در مرز ایران سرنگون می‌کند، اما ایران را مقصر جلوه می‌دهد. سالها بعد الجبوری وزیر مشاور در کابینه صدام از این راز پرده برمی‌دارد. فکان رئیس صدام والموفد الجزائري وانا فقط ثلاثه في هذا اللقاء. اللقاء ما استمر كثيرا. كان الوزير النقل الجزائري يحمل مجلد ملف مجلد حقيقة كبير ملف ضخم. طبعا قدم مقدمة مضمون المهمة ما هي، فقال له سيادة الرئيس أنا مرسل من الرئيس شاذ الابن الجديد ومن القيادة الجزائرية، ثبت لنا للقيادة الجزائرية أن العراق هو الذي قام، طائرة عراقية رمت فاستلم التقرير الرئيس صدام ولم يعلق بكلمة واحدة. پشت سر هر شکستی صدام حمله کرده است و یک عده بیگناه زن و مرد و بچه و صغیر و کبیر را به خاک و خون کشیده و آمریکا یک کلمه راجع به این حرف نزده است، برای اینکه انسان دوست است ایشون، اما انسانی امریکایی تا پسند، انسانی که به درد اون میخورد میپسندن. همین عمل اگر امریکا کرده بود، همون عراق که الجزائر را که تیاره الجزائر را ساقط کرد و عده هم از مردم عادی درش بودند و یکی از وزرای اونجا هم درش بودند، آمریکا هیچ وقت نشان نداد. سپاه پاسداران به موازات حضور همه جانبه در نبرد با ارتش متجاوز عراق در مبارزه با گروه‌های منحرف به ویژه منافقین نیز فعال است. در دو عملیات پیچیده در اسفند 60 و اردیبهشت 61 چند نفر از کادرهای اصلی منافقین از جمله موسی خیابانی، نفر دوم تشکیلات مخوف این گروهک، در هجوم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از پای در می آیند. از پاریس خبرهای محرمانهی درباره دیدار طارق عزیز با رجوی دریافت می شود. رجوی بعدها مسیر خفتبار تبدیل منافقین به ستون پنجم صدام را تشریح می کند. اگر من سفر جلالتی هشتاده ها سفر بودم در پاریس في بداية 83 عندما تفضل الأستاذ زت إبراهيم طارق عزيز إلى بيتنا في باريس، أصدرنا في مكتبنا بيانا مشتركا للسلام. امروز یک بمب در تهران منفجر شد، اما نه بمب حاوی مواد منفجره. ما خبرنگارها به این بمب ها میگیم بمب خبری، خبری که امروز مثل بمب در همه جای ایران و جهان منتشر شد این بود: خرمشهر آزاد شد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد. راهی عملیات بیت المقدس حاصل جلسات سنگین و طولانی فرماندهان است، جلساتی که گاه به بحث و بگومگو هم کشیده می شود و در نهایت طرحی جسورانه را که بر عبور از کارون تکیه دارد تصویب می کند. من میگم تلاش اصلی شما باید حرکتش رو دقیقاً در مسیر اسکوسنیه ادامه بده، به هیچ وجه وای نسته. حداقل این کار اینه که دشمن صبر نمیکنه ببینه این دوتا چی میگن. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا، یا دو گردان یه گردان از اینو جابجا میکنه. جدا شدن سازمان تیپی این گردان از حالتی که نزدیک به تیپی این تیپ، از حالتی که نزدیک ما حساس برامون اینجا، در حالی که این تیپ درست روبروی اینجا، اقلا تا ده صبح این دو گردانشو به بالا بکشونه، بازم اگر بفهمه که این نمیاد جلو
بعد بخواد حرکت رو بدیم و مجددا ادامه بده، باز ما میتونیم بکنیم. این پیامم را بشنو ای رهبر، از دل سنگر قصه ها دارد، از دل